أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نام خداوند بخشنده بخشایشگر. به سپید دم سوگند، به شبهای دهگانه، به زوج و فرد، به شب هنگامی که به سوی روشنایی روز حرکت می کند سوگند که پروردگارت در کمین ظالمان است. یا در آنچه گفته شد سوگند مهمی برای صاحب خرد نیست؟ آیا ندیدی پروردگارت با قوم عاد چه کرد؟ با آن شهر ارم با عظمت، آن شهری که مانندش در شهرها آفریده نشده بود، و قوم ثمود که صخره‌های عظیم را از کنار دره می بریدند و از آن خانه و کاخ می ساختند، فرعونی که قدرتمند و شکنجه‌گر بود، آن اقوامی که در شهرها طغیان کردند، فساد فراوان در آنها به بار آوردند. به این سبب خداوند تازیانه عذاب را بر آنان فرو ریخت. یقین پروردگار تو در کمینگاه ستمگران است. اما انسان هنگامی که پروردگارش او را برای آزمایش اکرام می کند و نعمت می بخشد مغرور می شود و می گوید پروردگارم مرا گرامی داشته است. اما هنگامی که برای امتحان روزیش را بر او تنگ می گیرد مایوس می شود و می گوید پروردگارم مرا خار کرده است. چنان نیست، شما یتیمان را گرامی نمی دارید، یک دیگر را بر اطعام مستمندان تشویق نمی کنید، میراث را از راه مشروع و نامشروع جمع کرده می خورید، مال و ثروت را بسیار دوست دارید. چون نیست که آنها می پندارند در آن هنگام که زمین سخت در هم کوبیده شود فرمان پروردگارت فرا رسد و فرشتگان صف در صف حاضر شوند، در آن روز جهنم را حاضر می کنند، آری در آن روز انسان متذکر می شود، اما این تذکر چه سودی برای او دارد؟ می گوید ای کاش برای این زندگیم چیزی از پیش فرستاده بودم. در روز هیچ کس همانند او خدا عذاب نمی کند، هیچ کس همچون او کسی را به بند نمی کشد. او ای روح آرام یافته سوی پروردگارت بازگرد، در حالی که هم تو از او خوشنودی و هم او از تو خوشنود است. در سلک بندگانم درآی، در بهشتم وارد شو.